با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه چه تقارنی دارد؟ هم دوشنبه است، هم روز اول ماه می است و گفتیم اول ماه می و روزی که در حقیقت دنیا میره این روز رو به عنوان روز کارگر اسم میگذارد. البته در انگلستان اولین دوشنبه ماه می رو که حالا امروز است تصادفاً میگن اولین دوشنبه ماه می روز کارگر است. حالا امروز این تقارن پدید آمده است که هم دوشنبه است و هم اولین دوشنبه ماه می و هم اول ماه می، پس بنابراین امروز در انگلستان هم روز اول ماه می روز کارگر است. اما نقطه خنددار قصه این استش که مثل روز زنان که بر اثر فعالیت زنان، جنبش زنان در آمریکا پدیدگر آمد و اون روز زنان نام گذاشتند، روز کارگر هم دقیقا همین رو داره و از آمریکا شروع میشه. ولی از اونجایی که به هر حال آمریکا یه نظام سرمایه‌داری است و اصلاً ساختارش متفاوت است با اون چیزی که در اروپا میگذرد، یعنی سندیکاها، کارگران، اینا اصلا اینجا معنا مفهوم نداره. فقط میبینی مثلا آقای ترامپ در انتخابات یا اون یکی در انتخابات حرف میزنه. روز شنبه هم آقای ترامپ دوباره راجع به کارگرا حرف زد، ولی مقصودش کارگر با اون مقصودی که در اروپا بیان میکنه دو مطلب مختلفه. و از اونجایی که در حقیقت سوسیالیستا این روز کارگر رو رسمیش کردند و جهانیش کردند و آمریکا اصلا تمایلی به این داستان نداره، بنابراین گفتن که نه، ما میذاریم اول سپتامبر، میگیم دوشنبه سپتامبر میشه روز کارگر، بنابراین بردنش به ماه سپتامبر. شطور دیدی؟ ما ندیدیم. مثلا این رو یه جوری انکار کردن. و از اونجایی که به هر حال علی‌رغم همه خیالات و نظرات، آمریکا تو دایره خودش شرکت میکنه و مردمش نگاه دیگری دارن. مثلا شاید اعظم مردم آمریکا از خاک آمریکا پاشون رو بیرون نذاشته باشن، درست به عکس اروپایی‌ها که مرتب در سفرن و حتی در مدرسه که هستن در تابستان یه برنامه‌هایی برای دانش آموزان می‌ذارن که برن سفر کنن و بیان یه گزارش سفر بیارن که رفتیم به اسپانیا چه اتفاقی افتاد، رفتیم فرانسه چی شد، در سوئیس چه دیدیم. اینجا همچه اتفاقی نمی‌افته. شما نمی‌بینی اونقدی که آمریکایی از آمریکا خارج بشود در مقابل اروپایی که از اروپا سفر میکنه و به نقاط دیگه میرن. اما از اونجایی که آقای محمد رضای روحانی نازنین ما سالها در این زمینه کار کرده و همونطور که خودش بارها در طی برنامه‌ها اعلام کرد که اصلا چگونه پاش به این ماجرا کشیده شد و چگونه به شد وکیل کارگران و رفت به سازمان امور کارگران، بنابراین اجازه میخوایم که بریم پیش آقای روحانی سلام بکنی و از زبان او که سالها در این زمینه کار کرده و اطلاع دارد بپرسیم، ببینیم که نگاه او و پیام او در حقیقت برای روز کارگر چیست. آقا من به شما درود میفرستم، بسیار خرسندم از این که این فرصت داریم که یه بار دیگر در خدمت شما نازنین باشیم. بفرمایید و ما سراپا گوش. بفرمایید. عرض کنم که ما امروز در خدمتتون طبق مقررات هم خبرهای خوب داریم هم خبرهای بد. خبر خوبش اینه که عرض کنم حضورتون این بدیهی، ببخشید، برادر عباد که وزیر برادر عباد وزارت اطلاعات که شما فرمودین
مجاهدین رو کرد توی یا زندانی رو کرد توی تابوت و برای اینکه از این شهر به اون شهر ببرن با تابوت اینا رو بردن، 11 نفرش هم عرض کنم کشته شدن و با خنده راجب این مسئله صحبت میکرد. امروز برای رئیس جمهور خودش جلسه کارگران گذاشت. در جلسه کارگران گفتند عزاست امروز برای اینکه کارگران ما گرسنه‌اند، و به این ترتیب با اعلام عزا خبر خوبی به ما دادن که آگاهی های طبقاتیشون انقدر بالا رفت که مجری برنامه از اون پشت کارگرا رو فحش میداد، میگفت دهنتون خورد خواهیم کرد اینا. به این ترتیب میبینید که حتی در مجامعی که رژیم خودش برپا میکنه نمیتونه کنترل کنه، و این نشون دهنده اینه که جامعه، عرض کنم حضورتون، درش نیروی نارضایتی بسیار بسیار بالای خیلی قویه، و این نوید رو میده که اگر عرض کنم حضورتون، اونهایی که آرزوی آزادی رو دارن از آزادی مردم دفاع کنن به جای اینکه بخوان تنها آلترناتیو دموکراتیک باشن و برنامه بنویسن مردم از کدوم طرف به کدوم طرف برن، اگر برن از کارگر جوان مازندرانی که امروز عرض کنم حضورتون در زیراب، روز اول ماه می تو زیراب توی معدن زغالسنگ، عرض کنم که زیر آوارهای سنگ ها از بین رفت، اگر از حقوق این قبیل کارگرها بتونن اجتماعا دفاع کنن، اون وقت میتونن جلب اعتماد مردم بکنن راجع به برنامه هایی که برای مردم به نظرشون خوبه، میتونن با مردم صحبت کنن. بلا این که ما یه عده بشینیم با هم دیگه عرض کنم حضورتون از اینجا بخوایم تشکیلات درست کنیم و مردم از اینجا هدایت بکنیم، یا موقعی که مردم بلند شدن بریم اونجا بگیم ما اینجا هستیم رئیستونیم، اینا یه خوابایی که دیگه جور در نمیاد. گذشت اون موقعی که احزاب متمرکز سازمان یافته با یک روزنامه که لنین میگفت که خون تشکیلات هست می آمدن و نارضایتی مردم رو از سمت سو می دادن می رفتن به طرف قدرت سیاسی. الان گذشته که این دورانی بایستی که توجه کرد به درخواست های فوری و مبرم مردم، و اتفاقا قبل از این که این برنامه شروع بشه من به حرف های این دوستانی که در مورد عرض کنن تشکیل جبهه یا اینا صحبت می کردن گوش کرده بودم، حالا راجع به اون بس صحبت می کردن. به هر حال عرض کنم حضورتون که جنبش کارگری در ایران سابقه خیلی قدیمی داره. شاید فکر میکنم ما از روسیه هم در این زمینه زودتر در اول ماه مه جشن گرفتیم، و ضمن یادتون باشه که امروز اول ماه مه روزی هستش که میرزا رضای کرمانی هم ناصرالدین شاه رو شهید کرد، شاه شهید درست کرد، و یادش بخیر خانم ناطق این اعترافات یا مثلا صورت جلسات محاکمات که 100 سال قبل، بیشتر 100 سال قبل، 1896 110 سال قبل محاکمه در اون موقع از همین الان جمهوری اسلامی خیلی خیلی پیشرفته تر بود، خیلی پیشرفته تر بود. اونایی که نخوندن این کتاب، عرض کنم که محاکمه صورت جلسه تحقیقات رو، کتاب رو پیدا کنن بخونن و ببینن ما به کجا رسیدیم بعد از 110 سال. بگذاریم عرض کنم حضورتون که ما در معنای کلمه کارگر هم تجدید نظر میکنیم یا تجدید نظر شده اصلا در قواعد بین المللی. من دیدم که امروز هم در قطعنامه‌ای که کارگران نوشتن، قطعنامه‌ای که عرض کنم که سندیکای مستقل کارگری نوشتن، در اونجا هم بقیه حقوق بقیه اشخاص دستمزد بگیر رو هم در حد خودشون قرار دادن، و به این ترتیب اون چیزی که مفهومی که ما از کلمه کارگر داشتیم با تحولات تکنیکی و فنی عوض شده. امروز هر کسی که به واسطه کار فکری یا عرض کنم حضورتون که کار خودشو به دیگری میفروشه، اهم از این کار دستی باشه یا فکری باشه، و دستمزد میگیره که در بخش عمومی باشه در بخش خصوصی دستمزد بگیر محسوب میشه، و البته بخش مهمی از دستمزد بگیران کارگران هستن. به هر حال
عرض کنم حضورتون که ما با کمال خوشبختی دیدیم که اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران و استادکاران، عرض کنم که استاد بعد کارگران ساختمانی مریوان و سرباباد، انجمن صنفی کارکنان برق و فلزکاری کرمانشاه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری تشکل‌های کارگری ایران قطعنامه ای صادر کردند و مطالبات خودشون رو اعلام کردند. راه حل این که این دوستانی که راجع به اتحاد صحبت میکنن اینه که متحدن از این برنامه ها و از این درخواست ها حمایت بکنن. مهمترین این درخواست ها هم ایجاد سندیکاهای کارگری هست و جلوگیری از تجاوز روزمره رژیم به حقوق کارگران. عرض کنم که دیدم که توی این بحثایی که همین دوستان میکردند و اینها، خب آرزوهای خوبی رو داشتند، ولی راه رسیدن به این آرزوها تبعیت از درخواستهای به حق مردمه. البته ممکنه مردم یه جایی درخواستهایی داشته باشن که ما قبول نشته باشیم، قبول نکنیم. بعد هم عرض کنم که ما میبینیم در شرایط حاضر، دیروز بود پریروز بود دیدم که یک دوستی برای من یک خبری رو فرستاد که در تهران یک ساندویجایی هست اسمش هست لکچر. من نمیدونم لکچر یعنی چه. و این ساندویجا دونه 250,000 تومانه و یک چند روز قبل و یک روز قبل باید سفارش داد. دستمزد امروز، حداقل دستمزد امروز کارگران ایران برای یک وعده از این ساندویجا کافی نیست، برای اینکه دستمزد کمتر از 1,000,000 تومانه، 930,000 تومانه، در حالی که این مفهوم حداقل دستمزد که در حقوق کار ایران هم سال هاست که آمده، در قانون کار آمده، عرض کنم حضورتون که برای تأمین مسکن غذا برای یک زن و یک شوهر و دو بچه هست. حالا عرض کنم که در شرایطی که ما میبینیم که اینها میان میگن بسیاری از دستگاه های اقتصادی کشور خابیده. خب این یکی دو هفته پیش بود که یک آقای عبدالوهاب، فکر میکنم سهیل‌آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن، برگشت گفت که تنها 30% از کارخونه های ما و صنایع ما، واحدهای تولیدی ما مشغول کارن. وقتی مشغول کار نیستن کارگرها بیکار میشن. به اضافه عرض کنم حضورتون که بازم این آقای آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی بوده قبلا، گفته که 45 میلیون ایرانی دچار گرفتاری های معیشتی هستن. گرفتاری معیشتی یعنی که برای معاش، برای غذا خوردنشون، برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. در میان اینها فراموش نکنیم که باز هم یکی از مقامات خیلی کارشناس خیلی برجسته رژیم، فکر میکنم که رئیس اداره آمار بوده، که آمده گفته 22% کارگران، آقای امید علی پارسا، همین 3-4 ماه پیش در اسفند ماه گفته که این آقا رئیس مرکز آمار ایران آدم دشمن رژیم نیست، اسمش عرض کنم که آقای بهبهانی نیست، اسمش از آقای رئیس مرکز آمار ایران، میگه نرخ بیکاری 22%. این که بعضی بیکار هست و بیکار ها زیر هیچ پوششی نیستند. یعنی ما عرض کنم که حق بیمه بیکاری نداریم، در حالی که هم تو قانون اساسی این رژیم نوشته شده و هم عرض کنم که در قوانین عادی اینها بیمه بیکاری در نظر گرفته. چون من فکر میکردم که امروز باید با هم دیگه در همین مورد صحبت کنیم و رفته بودم به اسناد خودم نگاه میکردم که خالی از ذهن نباشم. این یه مقاله ای هست که در دی و بهمن 1365 در شماره اول دوره دوم آزادی وابسته به جبهه دموکراتیک ملی ایران این چاپ شده.
این مقاله اسمش هست، عرض کنم حضورتون که یکی از اصطلاحات زبان فارسی خوبه که خیلی ها یاد بگیرن، حکایت تبال امام حسین و شمشیرزن یزید. میدونین امام حسین لشکر گنده‌ای نداشتش که احتیاج به تبال داشته باشه. تبال میگه بزن برو طرف چپ برو طرف راست، وسیله مخابرات جنگیه. امام حسین شمشیرزن میخواست. حالا این آقای، عرض کنم حضورتون که وکیل بهشهر، توکلی، وکیل قدیمی بهشهر، از اهالی بهشهر، این پسر خاله لاریجانی هاست، این وزیر کار بود در اون سالها، 31 سال پیش وزیر کار بود و من قانون فرستاده بود که عرض کنم قانون کار رو تطبیق بدن با قوانین کار اسلامی، و اونجا خیلی به کارگرها محبت کرد و توجه و ادب و اینا، ولی فی الواقع تمام حقوق کارگرها ضمناً از بین برد. اینه که من عنوان مقاله گذاشته بودم حکایت تبال امام حسین و شمشیرزن یزید. این وقتی به کارگرها میرسید تبال زن تب میزد، وقتی که به کارفرماها میرسید شمشیر میزد. کارهایی که اون، من این مقاله رو فکر میکنم چاپ هم شده، چاپ بازنشر شده، کاش که میدونستم این مقاله رو زودتر برای شما میفرستادم که میدیدید. در 31 سال پیش عرض کنم حضورتون که تمام برنامه هایی رو که این آقا میخواست انجام بده آرام 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 انجام دادن، به طوری که حالا که ما امروز که من شما صحبت میکنیم، با این که در کشور قانون کار وجود داره، ولی 90 و بیش از 92 درصد از کارگران کشور، عرض کنم حضورتون که چی نیستن، زیر پوشش قانون کار نیستن و مشمول قوانین کار، قوانین ببخشید قراردادهای موقت کار. در هر حال عرض کنم که در آخرین جملات این چی، این مقاله، من یک پاراگرافش رو برای شما میخونم. این مال مثلا 31 سال پیشه. با غل و زنجیر زدن و کشتن و گماردن کمیسر شورای اسلامی، نه تولید کننده موفق به تولید میشود، نه شکم کارگر سیر میشود. هدف اصلی این قانون ممانعت از تشکل کارگران است. هنوزم همون حرف است. و به کار گماردن جاسوسان رژیم در قالب شورای اسلامی تا در مقابل مطالبات به حق میلیون ها کارگر، شبکه گسترده مزدوران خود را قانونا حاکم بر جان و حقوق زحمتکشان بنمایند. و برای این سازماندهی فقط یک راه وجود دارد. پایمال کردن حقوق مکتسبه کارگران از طریق جایگزین کردن ضوابط بازمانده از 1400 سال قبل در زمینه روابط پیشرفته صنعتی. کار با عمامه و قطر شکم افتاده است. خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون کنند. در قدیم در مازندران کارگران و خدمه‌ای در کشاورزی و در کارهای خانه وجود داشت که دستمزد نداشتند و به آنها اشکم قرار می گفتند. یعنی در مقابل کار فقط صاحب کار شکم آنها را سیر. البته آنجا هم آزادی قرارداد بود و طبق قرارداد عمل می شد. اون چیزی که اون روز این توکلی نوشته بود شاید می تونست شکم کارگرها رو سیر کنه. ولی خب امروز عرض کنم که آقای رئیس اتاق تجارت میگه 45 درصد مردم، عرض کنم، دچار مشکل معیشتی هستن. در هر حال راه حل متمدنانه برون رفت از این بدبختی ها تشکل در همه زمینه ها و مهمتر از همه عرض کنم که در تشکیلات صنفی و کارگری و سندیکایی. اگر سندیکاها وجود داشته باشند، اگر همه این آدم هایی که همین الان صدای منو میشنوند و با خبر هستند که امروز نمایندگان، نماینده معلمین ایران، روز اول ماه نماینده معلمین ایران عرض کنم اعتصاب قضا کرده در زندان، این آدم نماینده منتخب معلمین کشوره. اگر ماها به عنوان ایرانیان خارج از کشور، به عنوان احزاب سیاسی، بتونیم همین مورد رو دفاع کنیم در چنین شرایطی و
عرض کنم حضورتون که بزرگترین خدمت رو به سازماندهی معلمی میکنه. اگه معلمین ایران سازماندهی داشته باشند، هیچ احتیاجی به تیر و تفنگ و آقای مککین رو عرض کنم که آقای جان بولتون و آقای جولیانی و اینا نیست. کارگران ایران ریشه اینها رو با تشکل‌های خودشون، دستمزد بگیران ایران میکنن. ما 1 میلیون معلم داریم، ما 4.5 میلیون دانشجو داریم. دانشجو تشکیلات صنفی ندارن، تشکیلات اینا همش اسلامی، دستگاه جاسوسیه. در هر حال عرض کنم در بین اونهایی که کار میکنن و اونهایی که بیکارن، گرفتارتر از همه هموطنان بهایی ما هستن. من دیدم یک آقایی به اسم آقای ثابتان، فرهاد ثابتان یا فرهاد ثابتیان، گفت که اما اقدامات مردم مازندران در دفاع از بهایی ها در نقل به مضمونه، نشون دهنده شرافت مردمه. عرض کنم حضورتون که عصر دعوای بین بهایی و غیر بهایی گذشته. ما هم بچه بودیم، آقای بهروزی همکار پدر من بود در اداره دارایی، خیلی همون موقع احترام بهش میذاشتیم. مرحوم حافظی که احتمالا رئیس محفل بهایی ها بود در شهرساری، عرض کنم حضورتون ما هر وقت میدیم عرض احترام و ادب میکردیم. کاری هم به ممکن بود مخالف باشیم با بهایی ها، نظراتشون قبول نشده باشیم، اما هیچ وقت جسارتی به اینها نکردیم. من یک خاطره ای هم دارم که برای اینکه ظلمی که به اینها میشه روشن‌تر باشه رو اینو میگم. عرض کنم یک رویه قضایی در آمده بود و یک مقرراتی در آمده بود که گفته بود که اگر بهایی بازنشسته عرض کنم برن توبه کنن، حق بازنشستگیشون رو بهشون میدیم. حق بازنشستگی پولی بوده که این آقا ظرف سالها اندوخته که برای ایام از کار افتادگیش، پیریش، بیکاریش عرض کنم به دادش برسه، معیشتش رو تأمین کنه. من این رو به نماینده بهایی ها در ملل متحد دادم و فکر میکنم که تأثیر خوبی داشته. امیدوارم تأثیر خوبی داشته، چون میدونم به کنفرانس بین‌المللی کار داده شده. شاید کمی از عرض کنم که بار اینها کمتر شد. به هر حال عرض کنم که در بین هموطنان کارمند ما، کارگر ما، دانشجوی ما، حقوق این بخش از مردم بیش از همه پایمال میشه. و فرصتی است که من در همینجا از همه هموطنانی که عرض کنم در شهرهای گوناگون میبینن که به اینها ظلم میشه، درخواست کنم که در حد امکان کمک کنند، نگذارند که این مظالم، این هموطنان بیپناه ما رو بیش از این له و لورده کنه. در هفته گذشته یک مقاله‌ای هم خوندم، از اتوان شما هم چاپ کردین فکر میکنم، در مورد حوادث کار در ایران. عرض کنم حضورتون به نحو عجیب و غریبی زیاده. من خودم موقعی که وکیل سازمان بیمه‌های اجتماعی بودم، در کارگاه‌های مختلف کارفرماها بی‌توجهی می‌کردن، تعلیمات کارگرا کافی نبود، عرضاً وسایل حفاظتی کافی نبود، به هر حال کارگرا صدمه می‌خوردن. اون موقع سازمان بیمه‌های اجتماعی مرتضوی نداشت، دکتر عرض کنم که خسرو سعیدی داشت، عرض کنم که جمال اسکویی داشت، آدمای مثل اینها که حالا من اسم همه‌شون رو نمی‌تونم بگم. آقای نظیر رئیس اداره حقوقی اونجا بود، همین خانم کارخیران، خانم کارخیران در اونجا بودن، مهرنگیز کار در اونجا بودن و حقوق کارگران رو مراقبت میکردن. امروز اونجای اونا رو مرتضوی ها گرفتن و زنجانی ها هستن که اموال کارگران رو میخورن و بیش از همه دولت بدهکار به سازمان بیمه اجتماعی و کمک به این قبیل کارگران با توجه به امکانات کم سازمان بیمه اجتماعی. عرض کنم حضورتون که عملی نمیشه در حد لازم و کارگران صدمه خورده ما، کارگران معلول ما، وضعشون از این کارگرایی که عرض کنم زیر آوار از بین میرن بدتره، بدتر از مرگ. این میلوسویچ تو این جنگای خودش با هموطنان خودش گفته بود که دشمنایی که اون طرف جبهه هستن باش جنگ دارن، گفت نکشید اینا رو، معلول کنید. وقتی معلول میکنید یک خانواده از رده خارج میشه، برای که باید این معلول نگه داشته باشن. این جانی فکرش درست بود.
برای جنایتش فکر درستی کرده و این بدبختی برای خانواده های معلولین ناشی از کار در ایران خیلی شدیده و بدتر از بیکارانه، بدتر از وضع بازنشستگانه، بدتر از وضع کارگرهایی از حقوق معوقه ایشون پرداخت میشه. در هر حال برای از بین بردن این شرایط، برای غلبه بر گرسنگی غالب فرزندان میهنمون، عرض کنم حضورتون که هیچ راهی نداریم مگر از حقوق زحمتکشان دفاع کنیم و بی دلیل ادعای رهبری اینها رو نداشته باشیم، بریم دنبال مطالبات اونها و به طور جبهه‌ای بریم دنبال مطالباتشون. بسیار ممنون و متشکرم از شما. بله، این بخشی از دردهای این جامعه است واقعا. اما دیروزم اتفاق عجیبی افتاد و اونم در حقیقت کشتن یه آدمی به نام سعید کریمیانه. سعید کریمیان که در حقیقت صاحب تلویزیون نیست این آدم، یا صاحب تلویزیون نبود، بلکه صاحب یک ماهواره بود و بیش از 30 کانال تلویزیونی داشتن، شبکه جمع از فارسی و عربی و هندی و ترکی و ارمنی و انگلیسی و هندی و اینها، و یک شبکه بسیار بسیار بزرگی بود. و همین چندی پیش هم همین آقای مقیسه زارن یه حکمی برای اینا صادر کرده بود که از خانم گوگوش تا سعید کریمیان و نیکاهنگ کوثر و به هر کدومشون به نسبه زندانی بریده بود. و یکی از ایراداتی که بهش میگرفتن این بوده که چرا آگهی فیلم‌های فارسی که روی اکران هست در ایران، رو سینما ایران پخش میشه، این اونجا آگهی میکنه این فیلم‌ها رو، و حتی به خاطر آگهی این چند تا از فیلم‌ها رو اکرانش رو قطع کردن و تهیه کننده میگفته آقا من اصلا نخواستم از این که این کارو بکنه، تازه این آدم مجانی اومده این کارو کرده، چه ایرادی داره من برم بهش بگم چون داری مجانی آگهی منو میکنی بی خود کردی و قطع کن. این شیوهی که در مرگ این آدم و قتل این آدم به کار بردن و اینکه ظالمین بعد رفتن خیلی به صورت حرفه‌ای ماشین رو آتیش زدن که هیچ ردی ازش جا نمونه، مثلا اگه موی از کله یارو افتاده، نمیدونم اثر انگشتی به جا مونده، با آتش زدن ماشین دیگه هیچ ردی ازش جا نمونه. و جالب اینه که امروز هم سخنگوی وزارت خارجه گفته بله ما از دولت ترکیه خواستیم که از روش دیپلماتیک این مسئله رو پیگیری کنه. اعلام این نظر به عقیده من نشان از این دارد که حالا شما به عنوان یک وکیل بالاخره میتونی این رو برای ما توضیح بدی که چرا میگن قاتل خودش بر میگرده به صحنه دوباره. این موضع‌گیری به نظر من حکایت از ماجرای دیگری دارد. خود شما در این قضیه چی فکر میکنی؟ چه اطلاعاتی دارین؟ چیه ماجرا؟ چرا این کار کردن؟ میشنوم فرمایش شما. واقعیت این استش که در روی صحنه چند نفر آدم میره، یه آدمی رو ترور میکنن، میکشن، خیلی هم حرفه‌ایه. من عرض کنم که به دلیل اینکه پرونده های ترور رو تعقیب کردم، تحول تشکیلات ترور رو دیدم، خوندم، کار کردم روش که اینا چجوری مثلا از با سنگ تو دبی زدن تو سر یک کسی، با سنگ یه افسری به نظرم توی هتل زدن با سنگ کشتنش، از اونجا رسیدم به این که منظمش بکنم ببینیم که تو خونه آقای دکتر بختیار چجوری رفتن، یا مثلا چطور با چه دقتی رفتن توی میکونوس آدم کشتن. خب یواش یواش سازماندهی اینا خیلی خوب شد، پیشرفت کرده اینا. ببخشید من وقتی میگم خیلی خوب شد راجع به سازماندهی میگم، نه راجع به آدم کشی ها. به هر حال ولی چطور چرا این اتفاق میفته؟ کجا این اتفاق میفته؟
در شرایط این اتفاق میفته که وزیر خارجه سابق انگلیس، دولت مرد بزرگ انگلیسی، با خوشحالی از اینکه رقم فروششون به ایران رفته بالا، آقای جاک استراها صحبت میکنه. اگر روزی که گفتن سلمان رشدی رو میکشیم، عرض کنم حضورتون اینا دندون طمع رو کشیده بودن، مطمئن باشید، مطمئن باشید که سیر حوادث تروریسم بین المللی به اینجاهایی که امروز دیدیم نمیرسید. داعش در نمی آمد، القاعده در نمی آمد. این روابط ناعادلانه غارتگرایی هستش که با آخوندها همدستند برای غارت، برای جنایت، برای آدم کشی. اینا حتی از اتباع کشور خودشون حمایت نمی کنند. هنوز که هنوزه این کشور میگن نمیدونم تحریم کردیم، فلان کردیم، چه کردیم. اینا حتی حاضر نیستن که بیان بنشینن بگن که مثلا اروپایی ها با امریکایی ها بیان بگن آقا مثلا چه میدونم اگر ظرف 48 ساعت این مزخرفات که گفتی لغو نکنی ما از تو نفت نمیخریم. رژیم ساقط میشه، چون سپاه پاسداران بدون پول نفت نمیتونه زندگی کنه. بنابراین این مظالمی که اتفاق میفته ریشش تنها خود آخونده نیستن، شرکای آخونده هم براشون امکانات و بازار رو باز میکنن. بلا فاصله بعد این مسئله اتفاق افتاد، من دیدم که خبرگزاری فارس آمده گفته که این شریک مجاهدین بوده، نمیدونم نمیدونم واسه مجاهدین برنامه تولید میکرده، چیکار میکرده، رفیق بوده، رفتن یه عکس جعل کردن، عکس خانم رجوی رو با این آقای صاحب تلویزیون آقای کریمیان گرفتن، عکسش چاپ کرد، جعل کردن، کارهای مختلف کردن و آمدن یه دوسیه درستن. یعنی اینکه اینا با مجاهدین مخالف بودن، اینا کشتن. این همین کارا رو موقعی که دکتر زنده یاد دکتر رجوی رو کشتن، این همین کار کردن، گفتن این با خانم رجوی اختلاف داشت، زدن کشتن. عرض کنم حضورتون که وقتی که میکنوس اتفاق افتاد گفتن اینا دعواهای داخلی خودشونه، اینا بودن زدن کشتن. اینن همون سناریو رو بلافاصله سپاه پاسداران از طریق خبرگزاری فارس پیاده کرد، مفصلم بخشی خبرگزاری فارس مفصلم تمام صحنه ها رو برای خودش درست کرد، قصه درست کرد. راضی هستم این کار قطعا کار مجاهدین نیست. نه اینکه من خیلی دل خوشی داشته باشم و عرض کنم بخوام از رفتارهای اینها حمایت کنم، ولی این یکی کار اینا نیست. و همینطور که شما فرمودین قاتل به صحنه برگشته، قاتل خیلی حرفه‌ای کارش رو انجام داده و در رفته. شرایط هم به هر حال هم شرایط انتخابات و مصیبت‌های داخلی اینها باعث میشه که به نیروهای گوناگون اینها یه چیزی داده بشه، یه عرض کنم حضورتون که امیدی داده بشه که ما انقدر دستمون قویه میریم تو ترکیه آدم میکشیم. ضمناً فراموش نکنیم آقای اردوغان هم این روزا هم دستگاه امنیتیش هم دستگاه پلیسش اینا تمام تیکو پاره هستش، انواع و اقسام مأمورین رو اینا گرفتن، دستگیر کردن، انداختن زندان. دستگاه امنیتی اینا هم درست کار نمیکنه و الا اونها نمیرفتن. اگر میت این دستگاه اطلاعاتی 4 سال پیش بود، اینا نمیتونستن برن به این راحتی توی اون کشور چنین کاری اصلا جرئت نمیکردن بکنن، تو رفتن و کردن و اینا. ولی رسوایی بالاتر از این حرف از حرف هستش که عرض کنم حضورتون با خبر خبرگزاری فارس فارس بشه این قضیه رو ماسمالی کرد. فعلا دولت ترکیه هم برای اینکه، به نظر من دولت ترکیه هم برای اینکه اصلا امکانات این روزا بهش اجازه نمیده که بره دنبال یه همچین پرونده پیچیده ای، خب یه صحبت هایی کرده بگو نگو که اختلافات مثلا بین باندهای مختلف بوده و نمیدونم رقابت های تجارتی بوده اینا، و خودشو داره راحت میکنه دولت ترکیه. در هر حال این قتل هم از قتل هایی است که مهر ولی فقیه رو سرش خورده. حالا خیلی از مردم خبر ندارن که این آقا به وسیله محاکم اینا
همین چند ماه پیش محکوم شده، به زندان محکوم شده. من در این اصلا لحظه ای شک نمی کنم که این به طور قطع و یقین، این رو با صراحت لحجه می گویم، به طور قطع و یقین کار بخشی از نظام است. و اگر نگاه بکنیم به اینها، ما متوجه خیلی مسائل می شویم. مثلا فرض کنید که در ابتدایی که احمدی نژاد به سر کار آمد، ما شاهد بودیم که در ایران یه سری آدمایی که قبلا ارتباط داشتن دوره خاتمی، مثل خانم آله اسفندیاری، مثل شن علی شاکری، مثل اون دیگری کیان و چند آدمای دیگر، و اون که شخصیتی که الان اسمش از ذهنم رفت یه لحظه، دوستان میدونن که کار فلسفه انجام میده، با فلاسفه زیادی گفتگو کرده، کیان تاجبخش، و همه رو گرفتن و اینا رو زندان کردن و بعد تیم خودشون رو سر کار آوردن. شما وقتی نگاه میکنی میبینی همون موقع مثلا یه پدیده درست میشه به نام شرکت نمیدونم گولد لاین، که خط تلفن به شما میفروخت، میگفت یه هر تلفنی تو تهران بخوای همینجا تو ایران، حالا مردم در ایران منتظرن که شماره تلفن بگیرن، میگفت من هر شماره تو هر نقطه ای از ایران بخوای همون شماره رو بهت اینجا تو آمریکا، تو فرانسه، هر جایی همون شماره رو بهت میدن. بعد اومدن نمیدونم شبکه جی ال ویز درست کردن که الان میبینی که اونا همه فروکش کرده. و بعد نگاه میکنی میبینی اتفاقا این شبکه هم با همون دوره تقارن دارد و این ماهواره رو در اختیار گرفتن. چون همطور که عرض کردم ماجرای یک چیز نیست، یه ارزم به حضور شما که یه تلویزیون و یه ستلایت و اینا نیست، بلکه همه کل اون ماهواره رو، یعنی کل ستلایت رو در حقیقت در اختیار داشتن. این کار شخص نمیتونه باشه، این حتما یک سرمایه عظیمی پشت داستان نهفته است. به طور حد یک دستی در این کار هست و اتفاقا الان موقع خوبیه که این رو در حضور شما مطرح بکنم. من روز جمعه هم با آقای نوریزاد اینجای گفتگویی کردم و بعد وقتی که زیر این کامنت های که روی ویدیوها قرار میدن، من همیشه این رو گفتم، باز هم اینجا اعلام میکنم، من تحت هیچ شرایطی این کامنت ها رو پاک نمیکنم. هر کی خودش کامنت گذاشته صاحبش میتونه بره ورداره، ولی من دست نمیبرم توش و اونا رو پاک نمی کنم، به خاطر اینکه به تاریخ باور دارم و معتقدم که این بخشی از تاریخ ماست. باید بدانن که ما، آیندگان بدانن که ما در چه شرایطی در حقیقت قرار داشتیم و چجوری زندگی کردیم، با چه مشکلاتی مواجه بودیم. و خب میبینم زیر برنامه شما ایرج مصداقی علی‌الخصوص فراوان فراوان میان، به محض اینکه ما این برنامه رو روی کانال یوتیوب قرار میدیم، اون موقع مقارنه با ساعت مثلا 2 شب ایران، و میبینم که با سرعت برق و باد میان اونجا اینا رو دیسلایک میکنن، به جای اینکه لایک رو بزنن از علامت خوشم نعیمت میزنه روش. و من شک داشتم به این ماجرا تا اینکه این برنامه آقای نوریزاد رو که گذاشتم، دیگه برام محرز شد که واقعا اینا ماموران اونورن، همون لشکر سایبری امام زمانه. که نگاه کردم دیدم که در زیر مصاحبه‌ای که با نوریزاد انجام دادم همش بر علیه مصداقی حرف زدن، در حالی که این معنا مفهوم نداره. شما اگر یه ویدیویی هست مربوط به نمیدونم آقای نوریزاده، شما باید بیایی راجب برنامه نوریزاد حرف بزنی، راجب من حرف بزنی و نوریزاد. اگه میری راجب نمیدونم ایرج مصداقی حرف میزنی،
نمیدونم از زنده باد اون میگی، مرگ بر این میگی، این نشان از یه داستان دیگه دارد. این نشان دارد که این هیچ کس نمیتونه باشه الا لشکر سایبری. من باز هم اینو اینجا اعلام میکنم که عزیزان حواسشون باشه، من اینا رو پاک نمیکنم و اینا هر اراجیفی که اون زیر بنویسن، مثل همین کشتن سعید کریمیان که اومدن تلاش کردن و شما هم اشاره کردی که بگن بله مجاهدین و یه عکس قلابی هم چاپ کردن و اینها، که این با این در حالی که اون اصلا هیچ ارتباطی با این جریان نداشته و اصلا شغلش، روشش، منشش نوع دیگر است. اون نمیتواند نه همراه مجاهدین باشه یا اینکه مجاهدین بیا اونو بکشن. اولا مجاهدین در شرایطی نیستن که یه چنین کارهایی رو بکنن، امکانش رو ندارن و به صلاحشون هم نیست. اونا هم آدم های احمقی که نیستن، بالاخره اونا هم دارن تلاش میکنن که از این نمد آقای ترامپ کلاهی برای خودشون حاصل کنن. بنابراین اونا نمیان در این شرایط یه چنین کاری رو انجام بدن. من لازم بودش که این تیکه رو اینجا در حضور شما بگم، برای اینکه میدونم این برنامه شما رو هم این اراذل و اوباش دنبال میکنن، خواستم از طریق این برنامه این پیام رو به اونام بدم. اما میخوام بپرسم، چون اینا روز جمعه هم به حال یک مناظره رو ترتیب دادن، ولی اون چیزی که از لای خطوط پیداست و از خبرها میآید، هیچ ذوق و شوقی در مردم نیست. یعنی اینکه یه دوره‌ای طرف میگفتش که رفتم از سبزی فروشی سر کوچه‌مون میوه بخرم، یاره به من گفت آقا خیارم باید تو دو تا پاکت بذاری، برای اینکه چون سبزه اینا از سبز میترسن. یعنی یه چنین شرایطی توی جامعه وجود داشت که سبزی فروشم میگه خیار رو باید بذاری تو دو تا پاکت چون رنگش سبزه. ولی امروز نشون میده که هیچ، هر کاری که میکنن، تلاشی که دارن میکنن، مردم رو نمیتونن به صحنه بکشن. میخواستم نظرتون رو راجع به این ماجرای انتخابات، مناظره ها، اصلا این جو عمومی بشنوم، ببینم که شما و تجربه شما چی حکم میکنه، شما این صحنه رو چگونه تعریف میکنید. بفرمایید، بشنوید. واقعیت عبارت از این است که ما در یک سیستم، عرض کنم که قانونی، مسئله انتخابات در ایران انجام میشه که این سیستم قانونی تمام حقوق مردم رو زیر پا میذاره. میگه من یک عده رو انتخاب میکنم، تو برو به این رو رأی بده، انتخاب از من، رأی از تو. بعد هم این رژیمی که همین الان گفتم خدمتتون، وضع بیکاری رو گفتم، وضع گرسنگی رو گفتم، به خصوص من فراموش کردم بیکاری تحصیل کرده، میگن 5 میلیون تحصیل کرده بیکار ما داریم. خب این مردم ابله نیستن، اینا بالاخره ضرب و جمع بلدن. میگن که آقا بیاین ثبت نام کنیم برای انتخابات، 1636 نفر میرن ثبت نام میکنن، بعد پایان ثبت نام تا روزی که اعلام میکنن 6 نفر حق دارن در انتخابات شرکت کنن 5 روز طول میکشه. فکر کنیم آقای جنتی در این 5 روز 8 ساعت هم میتونه کار کنه، بقیه هم پیرمرد، مثل خود منم پیرمرد اونجا هستن توی شورای نگهبان. فکر کنیم اینا نشستن و عرض کنم حضورتون که روزی 10 ساعت نشستن، بلند شدن، نماز خوندن، نهار خوردن، دوباره چرت هم نزدن، دوباره نشستن 8 ساعت کار کردن در روز و به این پرونده ها رو نتیجه گرفتن که این 6 تا خوبن، بقیه صلاحیت ندارن. 2400 دقیقه کار میشه. یعنی چی؟ یعنی 8 ساعت، 8 4 تا 32 تا، عرض کنم حضورتون که این جمعاً کمتر از 2000 دقیقه کار میشه. به این ترتیب 1 دقیقه و نیم به هر کسی وقت میرسه برای، یعنی 90 ثانیه برای رسیدگی به یه درخواست.
وقت میرسه. 5 روز، 5 80 چل تا، عرض کنم حضورتون که 40 تا ضرب در 6 60 2400 تا بخش بره 1636 حدودا مثلا میشه 1 دقیقه و نیم 90 ثانیه. خب این مردم حبله نیستن، میفهمن این نمایشه. بنابراین علاقه نشون نمیدند. بعد هم عرض کنم که این حقوق های نجومی و این دروغ های نجومی که این روحانی میگه و نمیدونم کار ایجاد کردیم و تجارت رو به راه انداختیم و مشکلات رو حل کردیم و از این حرفا مردم میشنون، ولی مردم بیعقل نیستن. ببینید، من همین امروز داشتم یه مطلبی میخوندم، نوشته که روز اول مرداد 94 آقای امیر حسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران در یک کنفرانسی، فکر میکنم توی اتریش بود، گفت ایران اتحادیه اروپا بایستی کمک بکنم، ما بایستی که 185 میلیارد دلار سرمایه در حوزه نفت تا سال 2020 داشته باشیم. از اون موقع تا الان، یعنی از اون موقعی که این حرف زد تا الان، مثلا 6 سال تا 2020 وقت بود، کمتر. عرض کنم که یعنی سالانه اینا میاد 30 میلیون دلار میلیارد دلار سرمایه جذب کنن. این 4 سال میبایستی اینا کلی پول جمع کرده باشن، 100 میلیارد پول آمده باشه، 2 میلیارد هم نیومده. خب اینا رو من شما که میخونیم، اونجا هم میخونن، اونا هم سواد دارن، اونا هم فهم دارن، اونا میفهمن که این مشکلات رو نمیشه حل کرد. ولی فراموش نکنیم بخش های بزرگی از جامعه وحشت زده هستن از اینکه نرن رأی بدن. میگن نکنه فردا بخوام نمیدونم سیستم کوپن بزنن، اگه مهر نباشه اسم بچه تو مدرسه نمیسن، اگه مهر نباشه به من نمیدونم بنزین ندن. این وحشت ها توی تمام سیستم های دیکتاتوری وجود داشت و مردم رو ناچار میکرد که بیان توی نمایش ها بازی کنن. ولی این دفعه مثل این که حتی این قبیل وحشت ها هم باعث نشده که شور و شوقی ایجاد بکنه. کار بدتری که داره اتفاق میفته، این آقای پوتین هر جا یک کسی رو پیدا میکنه میدوه دنبالش که اینو عرض کنم بکشونه تو بازی پوتین، بازی خودش با آقای ترامپ، تو دعوای خودش آقای ترامپ. دیدید که فرستاده، من اون دفعه اسم این آقا رو غلط خوندم، مورد سرزنش قرار گرفتم، معذرت میخوام. آقای پوتین، آقای رستم مینی خانوف، من گفتم مجانیوف، حالا خیلی هم فرق نمیکنه. رئیس جمهور تاتارستان رو که نماینده ویژه ایشون هست در امور مذهبی، وزیر امور مذهبی، فرستاده با رئیسی ملاقات کنه. وقتی که میگن، خودش نمیگه چرا، معاون دفتر استانداری میگه این آقا آمده بود که در مورد سرمایه گذاری های مشترک روسیه و عرض کنم که امام رضا با همدیگه بشینن با چی کنن، همراهی کنن و موضوع برات از این کمک اینه. در هر حال شرایط رو در درون یکی دو تا ده تا خبر نیست، ولی اون چیزی که به نظر من خیلی جالبه، عکس العمل های دوستان خارج از کشوری ماست که نشون دهنده به طور عموم در بعضی از موارد البته نشون دهنده ذهن منطقی شونه، ولی به طور کلی نشون دهنده یک نوع یأس، یک نوع بی‌اعتمادی هست. ببینید، یک آقای به اسم آقای بهزاد خوشحالی آمده یک مقاله نوشته و 27 دلیل آورده که من تو این انتخابات شرکت نمی کنم. البته یادمون باشه آقای دکتر ابراهیم یزدی یک مقاله مفصلی نوشته برای اینکه بگه مردم برن تو انتخابات، منتها برن تو انتخابات شوراها شرکت کنن، یعنی به هر حال نمایشو گرم کنین. آقای محمد عرسی در تگزاس یک مقاله می‌نویسه به عنوان اینکه با امید و اعتماد به روحانی رأی می‌دهم. و خب البته حقشونه، اونجوری که روزنامه شرق نوشت که 2% ایرانی‌های خارج از کشور عرض کنم که در انتخابات شرکت می‌کنند. این آقای محمد عرسی جز این 2% هاست. البته
اون کلمه بیادبانه ای رو که در دولت بازرگان علیه اون اشخاصی که در انتخابات شرکت نکردند رو من اینجا نمیگم، ولی به هر حال خوبیش اینه که لااقل مواضع خودش رو روشن و آشکار میگه. بعد میبینیم آقای هاشم خواستار نماینده، ببینید وقتی تو خارج کشور چنین چیزی رو میبینیم آدم به واقعا بایستی کلاه برداره برای هاشم خواستار که تو ایران میگه که به انتصابات فرمایشی رژیم ولایت فقیه تسلیم نمیشود. و میبینیم بازم آقای علی افشاری هستش که فکر میکنم ایشون در داخل کشور هستن، نوشته که به 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 خب الحمدلله خدا رو شکر پس اینا هم جز لشکر عرض کنم که شکست خورده خارج کشوری هم. میگه با تحریم کور مخالفم و شرکت در انتخابات را فرصتی تاکتیکی برای تقویت نیروهای سیاسی خواهان تغییر. کدوم تغییر؟ یعنی عکس افسنجانی رو بذارن از این بابت به جای مثلا عکس خامنه ای. راستی یادون باشه که تو این جلسات عکس رفسنجانی رو میذارن و عکس خامنه ای رو میذارن. به هر حال عرض کنم که این آقا میخواد برای تغییر، که حتما منظور از تغییر تغییر رفتاره نه تغییر رژیم، میگه بیایم تقویت کنیم نیروهای سیاسی خواهان تغییره. خواهان تغییرم همین یعنی به روحانی رأی بدیم. به هر حال عرض کنم که آقای سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران که کراوات محترمی و محتشمی هم داره و معلومه در خارج ایران فکر میکنم، میگه که ما یا موافق براندازی هستیم، عرض کنم تنفر و تضاد و قهر و خشونت، یا برای عرض کنم که تبعیت میکنیم از شرایط دوستی همزیستی مسالمت رأی میدهم. این آقا برای اینکه این اتفاقا بیفته یعنی دوستی وجود داشته باشه همزیستی و مسالمت میگه رأی میدهم. به نظر بنده رأی ندادن غیر اخلاقی است و 7 دلیلم میاره. آدم خوش اخلاقیه این آقا، 7 دلیلم میاره، رأی هم میده و معلومه که خارج کشور هم هست. به هر حال آقای نبوی روزنامه‌نگار اون هم عرض کنم حضورتون میگه من حتما رأی میدم. عرض کنم که چرا میگن رأی، یعنی دون نوشتهش میگه در این انتخابات شرکت میکنم، من یک انتخاب خوب دارم و به همین دلیل حتما رأی میدهم. اون چیزی که به نظر من خیلی عجیبه، البته همینجا میگه انسان حق انتخاب دارد و این حق در ایران وجود دارد، البته اولین حق برای رهبر هستش به این بگه به چه کسایی میتونی رأی بدی، این 6 تا بین 1636 تا، یعنی کمتر از 3.5 در 1000 اشخاص مورد پسند رهبر هستن برای که تو انتخابات بتونن شرکت کنن. من اون دفعه گفتم 5%. یکی از دوستان گفتش که این همه ضرب و جمع عرض کنم که خلق و سائه نکن اشتباهاتی میکنی، من فکر میکنم الان هم از همه دوستان خواهش میکنم که هر وقت من اشتباه میکنم خودشون اصلاح بکنن، برای اینکه آدمی اشتباه میکنه، در ارقام اشتباه میکنیم گاهی، شما ما رو ببخشید. به هر حال اون دوست من گفت 5% گفتی، 5% غلط، 3.75 در 1000. در هر حال عرض کنم که اون آقا 3.75 در 1000 رو قبول کردیم میده به آقای نبوی. آقای نبوی هم تو اینا حق انتخاب داره، میگه که چی میگه؟ میگه که 5 دلیلم میده، انسان حق انتخاب دارد و این حق در ایران وجود دارد. اینم از این 3.75% حقی که 3.75 در 1000 حقی که بهش دادن استفاده میکنه. انشالله که عرض کنم حضورتون خداوند به همه ما کمی عقل بده. یک چیزی که برای من خیلی عرض کنم که باعث نگرانی شده و نشون دهنده نگرانی های منطقی هستش که در جامعه وجود داره، خوندن یک چی بگم، رمان بگم، آره دیگه یه رمان تخیلی، رمان که نمیشه گفت، یک داستان کوتاه تخیلی مادر بزرگی که
دخترش برای شرکت در انقلاب میره و بچه شیرخواره رو به مادر بزرگ میسپاره و مادر بزرگ میبینه بچه شیر نره، میاد بیرون میبینه که مردم سر رئیس جمهور رو بریدن، بسیجی رو تو خیابون سرش رو بریدن، چه آتیش دارن میزنن، غارت دارن میکنن، چه یه کابوس عجیبی. اینو خانم عبادی نوشته. من خانم عبادی رو فکر نمی کنم بیشتر از 3-4 بار دیده باشم. یه بار توی اون ساختمان خیابان فرصت وقتی که ایشون علل بدل دادگاه بخش بودن، تازه قاضی شده بودن، یک بار اونجا دیدم، یکی دو بارم شاید مثلا توی دادگستری یا تو سمینار خواسته های ملت از قانون اساسی که ایشون اونجا سخنرانی کرد دیدمشون. و خب از اون موقع خب خیلی گذشته، 40 سال بیشتر گذشته، 50 سال گذشته. و من وقتی میبینم که این خانم، وقتی این چی رو میخونم، این داستان، این کابوس رو میخونم، کابوس این مادر بزرگ رو میبینم، این روحیه در جامعه وجود داره و این حرف غلطی نیست، ناشی از انفعال نیست، احتمالا ناشی از خرده، تنها ناشی از ترس نیست، ناشی از به کار بردن منطقه. واقعیت این استش که نوشته که مثلا تو اینجا نوشته مادر بزرگ در میگه که مگر نگیدی که امام جمعه را وسط خیابان دار زدن، سر فرمانده وسیج را با کارد قطع کردن، رئیس جمهور را تکه تکه کردن. خب همین خانم وقتی که قصهش تموم میشه باش مصاحبه میکنم، میگه کارنامه نامزدهای ریاست جمهوری از جهت حقوق بشر قابل قبول نیست. خب حالا خوشبختانه من قبلا عرض کنم مخالفت خودم با این حرفای خانم عبادی، همکار بزرگوار و برجستمون، که گفته بود که مدال، ببخشید، جایزه نوبل داد به خاتمی به موقع، خب ابراز تعجب کردم و انتقاد کردم از ایشون، ولی راست میگه. حالا ایشون به این نتیجه رسیدی که این اشخاص پرونده خوبی ندارن. یعنی چه؟ یعنی من اون کابوس رو دارم، چنین چیزی در ذهن من هست، جامعه در یک شرایط انقلابیه و ممکنه که به خشونت‌های عجیب و غریب بکشه. حق داره این خانم. و اون دوستانی که قبل از ما داشتن راجع به آینده ایران صحبت میکردن، اولین کارشون این استش که عرض کنم حضورتون راجع به این مسئله فکر کنن که چگونه اینا که نیروی پیشبرنده انقلاب خودشون هم میدونن نیستن. اینها حد اکثر کاری که میتونن بکنن این استش که تأثیراتی در حرکت جامعه ایجاد بکنن یا در سمت و سو دادنش سعی بکنن آرزوهای متمدنانه خودشون رو ترویج کنن، تبلیغ کنن. ولی اینا ابتداعا باید به مردم نزدیک بشن، باید ببینن مردم چی میخوان، باید ببینن این آقای عبدی آموزگار گرفتن رفت از حقوقش، از آزادیش دفاع کرد. و الا خب شما کاری نره که این کارهایی که اینا نمیدونم بدید دست هر آدمی که چه میدونم یه مقداری تجربه داره بهش بگید که آقا یه بهشت برین درست کن، برای درست میکنه که اصلا همه شام میدن، نهار میدن. مثلا همین قانون اساسی رژیم رو بگیرید بخونید، میبینید خیلی چیزهای خوب توش هست. نوشته، من خود اجازه بدیم بگم خدمتتون که من در سمینار قانون اساسی در دانشگاه تهران راجع به بیمه اجتماعی در سیستم های حقوق اساسی صحبت کردم. بعدش که دیدم قانون اساسی دارم، دیدم به 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 چقدر خوب اینا، این حرفایی که من فکر میکردم اینا خیلی بهتر نوشتن، باریکلا. ولی عملا ما میبینیم الان که خودشون میان میگن که 45 میلیون ایرانی غذا ندارن. چرا؟ من بهش درست کردن کاری نداره، میشه نوشت، خیلی کارهای خوب میشه کرد، خیلی چیزهای قشنگ میشه نوشت، اما چجوری میخواین عمل کنید؟ با کی میخواین عمل کنید؟ با چه نیروی؟ غالب اشخاصی که به این مسائل صحبت میکنن غیر از آقای شاهین پر که من معتقد هستم با این که توی همین صحبت ها گفتم من سیاسی نیستم، همه ما سیاسی ترن چون تو صنعت بودن، تو بازار بودن، توی روشنفکرها بودن، توی نمیدونم فیلم بودن، توی شعر بودن، توی خارج کشور کار کردن و آدم کلی آدم مجربیه. کتابشو بخونید میبینید. عرض کنم حتما هم خوندید انشالله. عرض کنم که این
آدم راست میگه، میگه خب شما میخواین چی کار بکنی، چی جوری میخواین با آقای آقای آریا، آدم فهمیده ایم، آدم مؤدبیه، میگه اینا یه عده قصد دارن که بعدن پادشاهی نشه. خب حالا اول شما به دشت آهوی ناگرفته مبست، شما اول برید این آهو رو بگیرین، بعد قبلش هم میتونید بگید که آهو رو گرفتیم چی کارش میکنیم، چاقش میکنیم، میفروشیمش، بین خودمون تیکه وارش میکنیم، چی کارش میکنیم. میشه این حرف رو زد، ولی آهو در تو دست نیست که، آهو تو بیابون داره میدوه برای خودی، دست آقای خامنه ایه. بنابراین عرض کنم حضورتون که ما میبینیم، هم اکنون میبینیم، هر روز میبینیم که تحریکات بسیار بسیار زیادی در آب و خاکمون، در مرزهایمون انجام میشه. همین هفته گذشته نزدیک شدن کشتی پاسدارا به کشتی آمریکایی ها ممکن بود ایجاد مصیبت بکنه برای مملکت ما. آخوندام دنبالشن. احتمالا آقای ترامپ هم برای حل بعضی از مشکلات خودش دنبالش. خب آقای ترامپ تو 100 روز گذشته غیر از انتخاب اون قاضی چیزی نیاورد، توی دندونگیر گیرش نیاورد، هر کاری کرد عرض کنم وجود یا دستگاه قضایی جلوش گرفت یا وزارت خارجه جلوش گرفت، یا نمیدونم پول نداشتن که دیوار بکشن، یا امکان نداشتن که قانون بیمه اجتماعی آقای اوباما رو از بین ببرن. به هر حال چه میدونم، ایالات رو گفت که سیاست مهاجرین رو عمل نکن، ایالات رفتن خوب گرفتن از قاضی که تو حق نداری پول ما رو قطع کنی. به هر حال هر جا که رفت یه سری مشکل، حالا بدترین مشکلش هم همین آقای رئیس سابق دستگاه جاسوسی هستش که تازه معلوم شد از ترکیه هم چند صد هزار دلار پول گرفته. حالا مصیبت های مختلف، این آقا الان احتیاج داره به چی؟ یک حمله کرد تو سوریه، کیش رفت بالا، محبوبیش رفت بالا، برای نیروی دریایی آمریکا در منطقه ظرف چند دقیقه تمام نیروی دریایی اینا رو میپیچن از بین میبرن. مهم نیست که نیروی دریایی آخوندار رو، سپاه پاسداران رو عرض کنم از بین ببرن، اون چیزی که مهمه اینه که امنیت مملکت ما از بین میره، جنگ اتفاق میفته. ما هم از بابت اینکه از جنگ میترسیم شدیدا مورد فحاشی هستیم و عیبی هم نداره. اونایی که بالاخره عادت کردن، ترک عادت موجب مرض است، امراضشون بیشتر میشه، حالا یه مقداری هم فوش میدن سبک میشن، اشکالی نداره. در هر حال این کابوس خانم عبادی کابوس درستیه. این خوابی که ایشون دیدن، خواب مادر بزرگی که دنبال چیر خوش برای بچهش تو خیابونا توی آتش میگرده، خواب درستیه و بایستی برای این نگرانی ها همه مردم متمدن بیان و دور خودخواهی های تاریخی خودشون رو خط بکشن و دنبال پیدا کردن یک راه حلی برای این مشکلاتی که روز به روز بیشتر میشه. هر دقیقه این آقای عرض کنم حضورتون که ترامپ ممکنه اوقاتش تلخ بشه. دیدیم که سربازان بدبخت و گرسنه ما رو، 8 تا از سربازای ما رو که تو مرز جلو قاچاقچی‌ها رو دارن میگیرن که تریاک وارد مملکت نشه، عرض کنم قتل عام میکنن. اینا رو کی میکنه؟ این تحریکات از کجا میاد؟ چه فایده داره کشتن سربازان گرسنه‌ای که تو اون بیابونا عرض کنم حضورتون هستن برای جلوگیری از قاچاق تریاک هستن؟ کشتن اینا چه فایده ای داره؟ و غیر از که امنیت رو در کشور از بین ببرن، بعدش ما بچه هامون چی کار کنن؟ 18 ساله شده باید بره سربازی، اگه بخواد کار کنه باید بره سربازی. این چه گناهی داره که اینو فرستادنش؟ احتمالا پارتی نداشته، از طبقات پایین و تهی‌دست بوده که فرستادنش تو بیابونای بلوچستان. این چه گناهی داره؟ این عرض کنم تقاص چه گناهی رو باید پرداخت کنه که بدن جوونش باید اونجا رو به خاک خون کشیده بشه؟ این تحریکات رو کی میکنه؟ به هر حال این تحریکات وجود داره. هم دیدیم که اینا در توی آبهای با امارات هفته گذشته با امارات یک برخوردی شده، یکی از افسران امارات، چه دلیل داره که افسر امارات کشته بشه؟
ما چه فایده‌ای مردم ایران دارن از این جنگ‌های فرقه‌ای که امام خمینی راه انداخته و تا اینا هستن تقویت خواهد شد. بله اینا فرمایش درسته، اما ما وقت بسیار محدوده، ما یه 15 دقیقه وقت داریم، خیلی هم سوال هست، دلم میخواد که فکر نکنم برسیم. ولی یک نکته جالب مقاله است من روی این سایت قرار دادم، رو بخش مقالات، دعوت میکنم عزیزان رو مجددا که این بخش مقالات رو دنبال کنید و من باور دارم که راه نجات از سه عنصر تاریخ، ادبیات و جغرافیا میگذره. اگه مردمی اینا رو بلدشن جهانشون متحول خواهد شد. بنابراین دعوت میکنم بخش مقالات رو جدی بگیرید و اگر هم مطلبی دارید برای ما بفرستید، اگر با چارچوب ها همراهی داشته باشه مطمئن باش که اون رو در بخش مقالات به نام خود شما منتشر خواهید کرد. اما نکته که آقای علی ناظر که سایت دیدگاه رو سال هاست اداره میکنه در تحت عنوان ققنوس رادیکالیسم انقلابی، او می نویسد که به نظر من در این مقطع از زمان یک نکته غیر قابل کتمان است. رادیکالیسم انقلابی برای مدتی رنگ و بوی پراگماتیسم به خود خواهد گرفت و قربانی پراگماتیسم تمام آرمان و باورهایی است که در 5 دهه گذشته از آن یاد می شده و برای آن صفحات بیشماری سیاه شده است. این بخش از نوشتار را سعی می کنم کوتاه بنویسم. با ظهور نئوفاشیست در عرصه سیاست، ما سرنگونی طلبان در مقابل چند رویداد محتمل قرار گرفته. 1. جمهوری اسلامی و جهانخواران همچون گذشته به همپیمانی و همبستری ادامه می دهند. 2. جمهوری اسلامی و جهانخواران بر سر سهم‌خواهی بیشتر منطقه را به آتش می‌کشند. 3. جهانخواران و ارتجاع منطقه‌ای در راستای حذف جمهوری اسلامی با مجاهدین همپیمان می‌شوند. 4. جهانخواران و ارتجاع منطقه‌ای. نه اینو که چرا نوشته، دوبار نوشته. جهانخوارا و ارتجاع منطقه در راستای حذف جمهوری اسلامی از اینجور است که شماره 3 از جهانخواران و ارتجاع منطقه در راستای حذف جمهوری اسلامی با مجاهدین همپیمان می شود. 4. جهانخواران و ارتجاع منطقه در راستای حذف جمهوری اسلامی از همپیمانی با مجاهدین خودداری کرده و به رضای پهلوی یا گزینه داخلی نظام اسلامی نزدیک میشه. ترجمان وقوع هر کدام از شقای فوق یعنی پایان خط رادیکالیسم انقلابی برای مدت قابل توجهی. ناگفته روشن است که خواست نیروهای سرنگونی طلب در یک شعار خلاصه میشود، نه جنگ نه مماشات، که در 4 گزینه فوق البته متبلور نخواهد شد. طبیعتاً تنها راهکار موجه دوری گزیدن نیروی سرنگونی طلب از همپیمانی با جهانخواران و ارتجاع منطقه‌ای و هرچه بیشتر نزدیکتر شدن به ملت شریف ایران است. اما برخی از منتقدان معتقدند که دیدار مکین با خانم مریم رجوی بیانگر نزدیکی مجاهدین به جهانخواران و ارتجاع منطقه‌ای بوده و خط مجاهدین امروز دیگران خط دهه 1360 نیست. به گفته منتقدین این دیدار خلبانی که بر سر مردم ستم دیده ویتنام بمب ریخت، سناتوری که در دوران فعالیت انتخاباتی در برابر اوباما شعار بمب بمب ایران را با ریتم و بشکن زمزمه میکرد، سناتوری که از بمباران مجاهدین در اولین روزهای حمله آمریکا به عراق ککش هم نگزید، نه تنها امپریالیست را نمایندگی می کند، بلکه دیدار چنین فردی با خانم رجوی همچون حمایت دیگر حضرات به قول خانم مریم رجوی شریف، همچون جولیانی که امروز
مشاور حقوقی زراب شده و فیلین که گویی برای روسیه و ترکیه خبرچینی میکرد و بولتن که جنگ افروزی در ژن او تنیده شده است، حاکی از این است که مجاهدین به دنبال راهکار دوری گزیدن نیروی سرنگونی طلب از همپیمانی با جهانخواران و ارتجاع منطقه و هرچه بیشتر نزدیکتر شدن به ملت شریف ایران نیستند. با توجه به محتوای اطلاعیه و گزارش های مرتبط با سفر مکین به آلبانی، این دیدار را می شود از زاویه دیگری ارزیابی کرد. برای درک بهتر توجه خواننده را به استفاده از واژه روزی توسط مکین جلب می کنم. بنا به اطلاعیه مجاهدین، سناتور مکین ضمن قدردانی از رهبری خانم مریم نجوی گفت: من مطمئن هستم روزی ایران آزاد خواهد شد و ما در میدان آزادی گرد هم خواهیم آمد. در خانه شورای ملی مقاومت ایران 26 فروردین 96. هرچند خانم رجوی مصرانه تاکید می کند که آن روز همین امروز است، همه علائم نشان می دهد رژیم آخوندی از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در بنبست قرار دارد و به شدت آسیب پذیر است و مردم و مقاومت ایران بیش از هر زمان دیگری برای سرنگونی رژیم و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردمی مصمم هستند. باز هم مکین در سخنرانی خود مجاهدین را به آینده‌ای نامعلوم حواله می‌دهد. روزی ایران آزاد خواهد شد. روزی ما در آن میدان گرد هم جمع خواهیم شد. سخنرانی سناتور مکین در تیرنا. دیدار مکین به عنوان رئیس کمیته قوای مسلح سنا آمریکا با خانم مریم رجوی بیانگر چند پیام است: جمهوری اسلامی تغییر رفتار دهد، وگرنه آن روزی فرا خواهد رسید، یعنی چماق. جمهوری اسلامی به راه و رسم خود ادامه دهد، چرا که روزی که میخواهد فرا برسد بنا به جمع‌بندی رئیس کمیته قوای مسلح سنا آمریکا حالا حالا ها نیست. این همان هویج است. یا اینکه مکین اصولاً به پایان راه خود به عنوان رئیس کمیته قوای مسلح سنای آمریکا رسیده و به فکر پسا بازنشستگی است. آینده تعیین میکند که آیا جان مکین بجز لیست فرزندان سلحشوری که جان در راه آزادی فدا کردن پاداش دیگری هم از مجاهدین خواهد گرفت یا نه. با چند سوال این نوشته را تمام میکنم. آیا پراگماتیسم از آرمانگرایی سبقت گرفته است؟ آیا رادیکالیسم انقلابی همچون ققنوسی دوباره از خاکستر پراگماتیسم به پرواز خواهد آمد؟ آیا کار مسکن نان و عدالت اجتماعی معنا و مفهوم واقعی خود را باز خواهد یافت؟ آیا رهروان مصدق همچون به کودکگران 28 مرداد پشت خواهند کرد؟ آرمانگرایان همیشه زنده یاد میگویند آری، آینده مال انقلابیون است، نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد. و این مطلب آقای علی ناظر است. من خواستم از شما راجع به این مطلب بپرسم و ما حدود 7 دقیقه وقت داریم. بفرمایید. جمله آخر این نوشته از خیابانیه. این آقا انتخاب خوبی کرد. دیشب یکی از آدمایی که با خیابانی، با حنیف نژاد، با خود آقای مسعود رجوی در زندان بود به من زنگ زد، فقط گریه نکرد. میگفت فلان کس، من مجاهد بودم، مجاهد هم هستم. عرض کنم حضورتون که با حنیف نژاد بودم و تو اون مکتب هنوز هستم. ولی همه چیز ما رو، همه یه حیثیت تاریخی ما رو اینها به بازی گرفتن، توی بسی اسباب بازی باش بازی میکنن. علاوه بر خود ما، اون به من گفت و من ازش اجازه گرفتم که متاسفانه اجازه نگرفت، یعنی نخواستم که اسمشو بگم، گفتش که بنویسید اشخاصی که در اینجا بودن تنها مجاهدین نبودن: 1 فدایی، 2 پیکار، 3 اتحادیه کمونیست، 4 گروه نبرد، 5 ستاره سرخ، 6 آرمان مستضعفین، 7 راه کارگر، 8 کومله، 9 اتحادیه مبارزان کمونیست، 10 آرمان مستضعفین، 11 فرقان،
12 حزب توده، 13 رزمندگان، 14 گروه پویان، 15 حزب دموکرات ایران، 16 جبهه دموکراتیک ملی ایران، 17 جبهه ملی، 18 حزب دموکرات کردستان ایران، 19 حزب خلق مسلمان، 20 حزب طوفان، 21 شورای متحد چپ، 22 رنجبران، 23 شورای ببخشید 23 شورای کمونیستی، 24 وحدت کمونیستی، 25 کانون ارشاد، 27 اتحادیه انقلابی، 28 اتحادیه برای آزادی کار، 29 جنبش انقلابی دموکراتیک گیلان و مازندران، 30 اعضای دفتر رئیس جمهور، 31 عشایر قشقایی، 32 اتحاد عشایر، 33 سازمان مبارزه برای اتحاد جنبش کارگری، 34 سازمان کارگران، 35 رزمندگان کمونیست، 36 جنبش مستقل کارگری، 37 جنبش نوین، 38 سربداران، 39 سازمان کارگران، 40 گروه 16 بهمن، به اضافه شخصیت های مثل خسرو قشقایی و عرض کنم استادان، بسیاری از استادان دانشگاه، بسیاری از بازاریان سرشناس و شخصیت ها، اسم اونها رو نبرد، گفت این آقا اول این اسامی رو میبرد میداد به امام حسین، به امام زمان، به علی ابن ابی طالب. عرض کنم حضورتون که حالا آورده داده دست آقای مکین. من با مقاله آقای علی ناظر موافق نیستم، یعنی من هر اتحادی رو علیه رژیم آخوندها که با منافع مردم ایران عرض کنم گره بخوره درست میدونم، در حالی که مردم ایران در جریان باشند، به ما نمایندگی داده باشند. این خانواده شهدان نخواهند گفت که چرا این کار کردی؟ چرا به میراثخواران 28 مرداد چنین چیزی رو دادی؟ چرا به اونهایی که اشرف رو بمباران کردن چنین هدیه رو دادی؟ مگه خود همین آقا توی مجلس نبود که شما رو بردن؟ عرض کنم حضورتون توی لیست 15 سال نگهتون داره، 14 سال نگهتون داشتن. این کارا چه فایده ای داره؟ اینا برای زهر چش گرفتن از آقای عرض کنم حضورتون علی ناظر. من امروز دیدم ایشون روزنامه سایتشون دیدم، دیدم که این سایت 10 تا مقاله داره، تو این 10 تا مقاله 3 تا مقالهش فحاشی به ایرانیان خارج کشوره. البته هنوز احتیاط کردن، نرفتن به سراغ این آقا. امیدوارم که معرفی این نوشته توسط من و خواهش من که نکنید این کار به ضررتونه تأثیر داشته باشه، ولی به هر حال اینا یادشون باشه که 10 سال پیش 11 سال پیش اول خرداد 85 مسعود رجوی یک ادعای عجیب غریبی کرد، نوشت پیوند مجدد سیاست با شرافت با یک دریا خون در تاریخ معاصر ایران، به دور از بازار رایج زد و بند های سیاسی، حق کشی ها و زد و بند های سیاسی و عملی که در این ملاقات انجام شد عمل بسیار بسیار حقیرانه بود، مثل نامه بود که مسعود رجوی نوشت به خامنه ای که برای حفظ مصالح اسلام حکم حکومتی بده و رفسنجانی رو بیار، تکمیل اون کار بود. حالا این یکی عرض کنم عمامه داشت، اون یکی عرض کنم که سابقه زندان داشت در ویتنام و سابقه بمباران ویتنامی ها رو داشت. به اضافه من همینجا بگم که این خانم دقت بکنه، اولین آدم، اولین سناتور آمریکایی، من اینجا یادداشت کردم، ببینم میتونم یادداشت پیدا کنم، بله مکین، من مخالفم با فروش هواپیما ولی کاملا قانونی است، من مخالفم ولی کاملا قانونی است. و بعد میاد اونجا، ما روزی در تهران هم دیگه رو خواهیم دید. اینا داشتم چی رو میخوندم، داشتم وقتم نیست و به نظرم برای پایانش خیلی خوبه اینه، این جمله رو براتون بگم، جمله از داستان عرض کنم بوزینه و لاپوش در کلیل و دمنه. برهمن گفت کسب آسان‌تر از نگاه داشتن است،
چه بسیار نفائس به اتفاق نیک و مساعدت روزگار بی سعی و اهتمام به حاصل آید، اما حفظ آن جز به رأی های صاحب و تدبیر های صاحب صورت نبندد و هر که در میدان خرد پیاده باشد و از پیرایه حزم عاطل، مکتب او مکتسب او زود در چنبر تفرقه افتد و در دست او جز حسرت و ندامت باقی نماند. بد نیست که اینا برن این کلیات رو، کلیات عرض کنم تیلو دمنه رو بگیرن، قصه بوزینو لاک‌پشت رو بخونن و درس یاد بگیرن در عالم سیاست همه پرنسیپ ها رو برای حفظ تشکیلات عرض کنم حضورتون از بین نبرن. پرنسیپ برای مردمه، برای میهنه، نه برای تشکیلات. بنابراین من واقعا متاسفم. قبل از این که با شما صحبت کنم یه دقیقه بیشتر وقت نداریم ظاهرا، صحبت های آقای ناصر شاهین‌پر و آقای اعتمادی و آقای آریا رو شنیدم، صحبت های خوبی میکردم، ولی غیر از آقای شاهین‌پر که به مسئله مردم توجه میکرد، بقیه دوستان در فکر تشکیلات هم که ما میخوایم تشکیلات درست بکنیم. اینا تشکیلات بدون ارتباط با مردم به درد چی میخوره غیر از اینکه عمر ما رو تو خارج کشور هدر کنه، سرمون رو مشغول کنه؟ تشکیلات موقعی هستش که ما تصمیم بگیریم همین امشب عرض کنم حضورتون که کمک کنیم به معلم اعتصاب غذایی که امروز شروع کرده به اعتصاب غذا. راه حل مشکلات مجاهدین، راه حل مشکلات عرض کنم حضورتون اون آنهایی که پادشاهی میخوان، از دو راه نمیگذره، از یک راه میگذره. اون هم عرض کنم اتحاد مبارزه پیروزی است. اتحاد هم با حداقل درخواست ها شروع میشه، نه با حد اکثرش. بسیار متشکر و ممنونم از شما، سپاسگزارم. و مثل همیشه آموختیم از شما، نهایت سپاس رو دارم برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم. به هر حال ساعتها و روزها رو میشماریم تا فرصت دیگر و دوشنبه دیگر که در کنار شما از دانش شما بهره ببریم. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم تا فرصت دیگر. متشکرم. من از شما و هموطنانی که به صدای ما گوش فرا دادند سپاسگزارم. امیدوارم که موفق باشید و آرزوی شادی و تندرستی برای همه شما. خدا حافظ. بها شنیدیم صحبت‌های آقای روحانی رو، امیدوارم این صحبت‌ها هم کمکی کرده باشد. اگر این برنامه‌ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده که می‌بینیم آمار دروغ نمی‌گوید، این ارقام حقیقی است و به حال توجه دارید و بارها هم اعلام کردم که ما به همت شما خوبان نازنینان در موقعیت خوبی هستیم و جزو پر مخاطبین میتونیم از خودمون یاد کنیم، یعنی از شبکه میهن، از رادیو و تلویزیون میهن. و به هر حال برخورد شما با سایت میهن تیوی، حضور شما، نمیدونم دنبال کردن در بخش مقالات و دیدن خبرها، همه نشانگر آن است که شما توجه دارید. به هر حال از همه همراهی شما نازنینان سپاسگزارم. همونطور که میدانید این لینک ها رو ما در شبکه های مختلف قرار میدیم، در کانال تلگرام، در یوتیوب، شادکست، فیسبوک، تویوتر، گوگل پلاس، هر جا که از دستمون برسه. به هر حال شما هم دعوت میکنیم که در این راه ما رو همراه باشید و آسان تر اینه که به فیسبوک ما بیایید، لایک بزنید و هر کدوم از این شبکه ها برید لایک بزنید، عضو شبکه بشوید، لینک ها برای شما ارسال میشه، شما هم تو صفحه خودتون شیر کنید که همراهان شما هم بتوانند لینک ها رو استفاده کنند. باز هم دعوت میکنم برای رسیدن به خبرها، دیدن ویدیوها و لینک های مرتبط به مردمریپورت.net مراجعه کنید. به هر حال ماه آپریل رو به پایان بردیم ولی حکایت مالی ما همچنان باقی است.
اگر می توانید در این زمینه، واقعا احتیاج داریم که شما مددرسان ما باشید. از همراهی شما متشکرم. تا فرصتی دیگر دعوت می کنم ادامه برنامه ها رو همراه ما باشید. متشکرم. مرسی.